Salut mes amis. Comment ça va? Je m'appelle Comment vous appelez خب درس 18 رو شروع میکنم از سری درس های آموزش زبان فرانسوی در درس 17 یه سایت خیلی 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 مهم بهتون معرفی کردم خیز ام در این درس میخوام چند تا اعضای خانواده رو معرفی کنم که چطوری میگن و یه تمرینی بکنیم با این سایت یعنی بریم تو این سایت نگاه کنیم این تلفظش چطوریه چون خیلی مهمه که اوایلش با این تلفظا آشنا بشید بعدا که روون شدید دیگه اینا زیاد مهم نیست خود به خود میگید اینا رو خب این فمی گفتیم ای ال ال, ال صدای ای میده فامی مثل یه یه یوسف فامی خب یعنی خانواده و به ا خط شده بنابراین لا داره اونایی که به خط میشن زن هستن و لا هستن و یعنی جنسیتشون لا و اونایی که به مرد هستن جنسیتشون مرد باشه میشه ل و جمع باشه چه زن چه مرد فرق نداره جمع میشه ل لس می نویسن ل می خب پر پر گفتیم یعنی چی یعنی پدر و این ایشو ببینید اینجوری نوشته حالا من برم از تو اون سایت نگاه کنم پر رو بنویسم باید اون حالتش ببینید خب اینجا ولی اینجوریه این ای مثل تشدیدیه که دندوناش به سمت راست باشه حالت ای دهن به همین ترتیب مادر میشه مغ ببینید خیلی تشابهشون راحته پغ با پ میشه پدر مغ با م میشه مادر پس راحته قبلا اینو داشتیم این آرتیکلش پدر میشه ل مادر میشه لا حالا اگر مثلا این با یه حرفی مثل آ و اینجوری شروع میشد حرفای صدادار شروع میشد این ا تبدیل میشد به آپاستروفی اینجوری میش اینجوری می نوشتیم. درسته اینا رو میدونیم خب parents parents در واقع اون انگلیسیش هست که یعنی والدین ال و تلفظش دیگه این آی پا 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 این پ آ هست اینم رنت اس که اینجا خونده نمیشه ت هم که خونده نمیشه اینم هم ان صدای آی تو دماغی میده پا غا آ هست آی تو دماغی ای گفتیم صدای آی تو دماغی میده ولی آی این یا ای این صدای ای تو دماغی میداد حالا ما بریم این رو بنویسیم توی همون سایت ببینید اینجا پش و پی آ ببینید رو با نقطه نشون داده پا پا, غان. پا غان. پغان این آیه تو دماغی گفتیم همیشه کلا بالاشه آیه تو دماغی هم حالت اینجوری داره کلا بالاشه اینو بزنید تو این باز جدول هست قبلا من فرض بر این میذارم که شما این جدوله رو دیگه میشناسید هر از گاهی میرید استفاده میکنید اینجوری خب گرند رو میدونید گرند گرند یعنی در واقع در همون بزرگ و اگر من همون گراند رو بزنم یه خط تیره بذارم بعدش میق رو بذارم به نظرتون یعنی چی؟ مادر بزرگ دیگه مادر بزرگ درسته؟ فقط گراند رو باید بدونید تلفظش چیه؟ گه؟ uh, که و گهشون معمولا یکم وسط زمون انگار میخوره به سخف دهن میدون مثل که خودمون حالت که داره و گ یکم جلوتره میگن اینا میگن که که و گه, گه،, گه،, گه。گه, گه. گه؟, گه و غ رو باید که در این میره تو حلقی میشه صدای حالت غ میده گران،, گران،, گران این آش هم صدای آی تو دماغی دی هم که خونده نمیشه گران مر, گران مر. گرامر نیست گران مر حالا تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم خوب تلفظ کنیم ولی به هر حال به هر حال ولی نیتیو بخوایم خیلی شبیه نیتیو بشیم باید خیلی بیشتر گوش کنیم هرچی بالاتر میری مسلما تلفظ اونم باید بهتر بشه و خواهد شد همینجوری خواهد بود گران پر اینم ا هست میدونید خب حالا من اینو بخوام توی اون چیزه بنویسم به نظرتون چطوریه میخوام این سایت رو یکم باز تمرین کنم اینجا خیلی مهمه گرند م شیفت رو میگیرم که از اون چیزها رو میزنم بعد ا رو میزنم ببین اینجا اومده خودشم خب ببینید گ و غه و این آی تو دماغی شد مر این رو ای می میبینید تجدیدی شد اینم ر رو اینجوری نشون میدم. و هم به همین ترتیب گران گران پر گران پر یعنی پدر بزرگ یا پران پران دو تا هستن دیگه درسته بچه ها پس آرتیکلش له هست ل پران اینم لس ببینید اش ای تو دماغی است ای دهن بازی است یا ای دهن عادی است در واقع این ای دهن ل نمیگیم لی. خب الان من برم اینجا بنویسم نشون میده بهم امیدوارم ببینید این هر دو رو نوشته یکی گفته دهن بسته ل هست و یکی گفته ل هست امکان داره جای مختلف فرق کنه بچه‌ها من اینجا نوشته او یا این یا این ولی اولی ها معمولا بی... بهتره به نظر من خب خب اینم زدیم فدرر رو میشناسید فدرر همون بازیکن تنیسه یه دونه برادر داره اون برادر خیلی دیگه بهتر بازی میکنه میدونستید فرر 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 ف و ف فر فرر تا این ر میاد یعنی این ای خونده نمیشه ولی باعث میشه این ر خونده میشه فرر میبینید بین ف و ر سعی کنید نگید فرر فر ف سری میره تو حلق سری میره طرف حلق حل. که غیر رو تلفظ کنه فر. این بعد در میشه را... راحت در واقع این هم میتونید خودتون بزنید توی اون سایت ببینید فر یعنی برادر و سر چطوری این چطوری خونده میشه سر ببینید ها این حالت رو گفتیم حالت ای مسخره ای یا حالا او مسخره ای اسمش اینجوری گذاشتیم حالت حالت اینجوریه درسته که بعدش ر بیاد ولی این حالت همینجوری نوشته میشه بچه‌ها یعنی حالت این تلفظ اینجوری رو حالت API رو اینجا نگه داشتن دیگه به صورت اینجوری نمی‌نویسن مثلا اینجوری که بشه سر حالتش حالت همینجوری مونده پس این می‌بینید که خود این حالت توی بعضی از کلمات مونده این حالت چیزهای تاریخی داره یا مثلا جهت نگارش اینو گذاشتن که اون ریشه زبان فرانسوی در واقع تو نوشتار حفظ بشه همچین چیزی پس این سر میبینید که ا و مثلا من ا رو بخوام بنویسم این ا و یو صدای ا و یو صدای ا میده گفتیم ا که تو درس قبل داشتیم که اینم هم همون صدا سر 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 سر, سر. یعنی خواهر مثلا اگه خواهرتون سرخفه کنه سرخ سرخفه سرخفه سرخ خواهر من هی سرخ سرخفه میکنه <applause> خب اینجوری هم یادتون بمونه سرخ خب اومیدم که خواهرتون سرخفه نکنه سرخفه ماری در واقع اسم یه زنه بچه درسته ولی ماری میتونه شوهر داشته باشه درسته پس مار ماری ماری دو بخشه بخش اول ما بخش دوم غی اینم ای مغی یعنی شوهر همسر مرد ل مغی ل فرر لا سر ل مغی بچه این فمه رو ببینید فمه این دیگه بچه تلفظش ببینید یه ای داریم اول که این یه بخشه کلمه یه بخشه یه ای اینجا اومده دو تا ام اومده بعد آخرش ای اومده خب در این حالت ببینید بچه این صدای فم میده فم این صدای اینو نمیتونیم بگیم این صدا مثلا با صدای مثل ا ان باشه آی تو دماغی باشه در این حالت اینجوری نیست ببین یه بخشی کلمه معمولا ب... اگر کلمه یا واژه یه بخشی بود این حالت های تو دماغی مخصوصا وقتی یه تکراری بشه مثلا دو تا ام بیاد اینجوری فرق میکنه به این حالت من به این حالت اگه گوش کنید میگن فم حالا برم اینجا این صدای آ میده صدای آ می تا اینجا حالا من میرم تو این کم پیش میاد اینجوری ولی خب هر از گاهی ممکنه براتون پیش بیاد من اینو بنویسم ببینم تلفظش چطوریه آیا آی تو دماغی است آیا عادی است ببینید فام خب حالا برای یادش بمونه یادمون بمونه چیکار کنیم بچه مثلا بگیم وام به جای فام بگیم وام مثلا بخوایم مثلا زن بگیرید اون همسر این یعنی در واقع همسر یعنی زن زن من خانم خانوم من یعنی در واقع زنته در واقع میگیم میخوایم بیم وام زن بگیرم وام ازدواج فام ازدواج بگیرم <applause> پس میشه فام فام فمه فم، فم. می فام میخونم دو تا ام داره اینم هم همسر ماری شوهر ماری خب بذارید بقیه شو درس بعد بگم اینم میشه لا درسته؟ خب الان بذارید اینا رو شما من درس بعدم میگم شما الان برید دنبالش کنید ببینید میتونید توی اون توی این سایت برید سرچ کنید ببینید چطوری تلفظشون اینو انفنت enfant می نویسن انفنتس زبد گیره آخرش اس بگیر آخرش جمعشه اینو فیلس می نویسن اینو فیله فیله مرغ می نویسن و اینو گارسون گارسون می نویسن خب حالا معنی اینا رو من در درس بعد بهتون میگم اینو میکنم 18 ای آ 18 را میام میگم که اینا رو تو همون یه درس تک کرده باشیم یا ولش کنید بذارید من تک تک بگم تجربه ای که آلمانی و فارسی بهم داده تک تک بگم تو درسها رو خب 18 رو من البته هنوز بهتون نگفتم 18 میشه دیس ست میشه 17 درسته دیس ست دیز اش او ای ت. ویت یعنی 8 درسته یعنی ده هشت ولی خوندنش رو باید حواستمون باشه بچه ها وقتی یه اینجا یه ایکس داشته باشیم و اینجا این اچ ها ما دو نو داریم بچه ها یه آش صداش صدا آش هست که خونده نمیشه در واقع خونده نمیشه بعدش رو ببینید معمولا بعدش حرف صدادار هست و این چون در واقع اینو انگار نادیده میگیریم بعضی از اچ رو میتونیم نادیده بگیریم بعضیشون نمیتونیم نادیده بگیریم اغلبشون رو میتونیم نادیده بگیریم بهشون میگم اچ بی صدا و چیزای دیگه که بعدا بهتون میگم ولی اگر این خونده نمیشه نادیدم گرفته بشه ببینید بعد از x یه دونه حرف صدادار مثل U اومده U بنابراین این x صدای ز میده بچه ها میشه دیز دیز این هم ویت U و ای رو بخوایم سری تلفظ کنیم میشه وی ویت دیز ویت دیز ویت دیگه نمیگم دیز ویت دیگه هم میگم دیز صدای ز میده چرا چون اچه انگار هست میشه این x بعدش یو اومده اینجوری بخوام بگیم حالا من اینو میرم اونجا مینیسم که این صدای ز رو ببینیم اینجا تشخیص میده بهمون یعنی بهمون میده میبینید دیز یعنی این که میگه اینجوری میخوره به این صدای وی این صدای وی هست او و ای صدای او انگار صدای وی میده ویت دیز ویت خب پس دیز ویت یعنی ده هشت یعنی هجده حالا نوزده میشه چی؟ دیز نف نف این صدای ا میده انگار او مسخره بازی دیز نف خب حالا در درس بعد یکم بهتون یاد میدم چطوری بگید مثلا همسر من مادر من مادر شما مادر... والدین من والدین شما این چیزها رو بهتون یاد میدم تا در درس بعد آقا